این دور تو قیام. بله. یک شیوه کنترلی که رژیم داره دوربینای امنیتیش. بله. خب فرض کنید که منی که یک کانونم پیشاپیش میبینم که پس این کجا دوربین داره، کجا میتونم دورش بزنم، کجا میتونم خودمو بپوشونم، کجا میتونم از شکافش استفاده کنم، و یه جایی هم که خب تو قیام مثلا زدن همه دوربینا رو نابود کردن، بیخ کندنش. پس بنابراین متناسب با هر امکانی که رژیم داره میشه مابعضاش رو به موقع متناسب با هر شرایطی به کار بود. حالا فرض کنید میخواد ارتباطات رو مختل کنه، چه بخواد روی چیزای ماهواره‌ای پارازیت بندازه، چه بخواد روی حتی ارتباطات اینترنتی به هر دلیلی مخدوش بکنه، معمولاً از پارازیت زمینی و محلی استفاده میکنه، نه اینکه بخواد مثلا ماهواره رو در واقع بزنه. پس بنابراین کافی خب من شناسایی بکنم، مثلا خب به موقع جوان ها میدونن که با هر کدوم بایستی چه برخوردی کرد، همیشه پس شکافاشو پیدا کرد، همیشه روش دور زدنشو پیدا کرد، و هم یه نقطه خب حتما میشه از بیخ کلن مسئله شو حل کرد. یعنی این اقداماتیه که اگر پیشا پیش آمادگیشو داشته باشیم و همین نقطه که گفت بلازه سطح فنی بتونیم در واقع ارتقا بدیم و اینو عمومی بکنیم، این همون چیزی که رژیم ازش میترسه. دقیقا. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من میخوام با توجه به اینکه خیلی مشتاق بودیم که تماسهای هموطنان رو بشنویم، اجازه بگیرم که وصل بشیم به استودیوی دیگر و از خارج سویده بخوام که اگه تماسهایی هست وصل بکنم، مگر اینکه اگه شما نکته‌ای دارین الان در ادامه این بحث بفرمایید، اگر نه خواهش بکنیم که تماسهایی رو اگر هستن بشنویم. بعد از تماس ها وقت خارج سویده ما بحث ادامه داره، ولی مشتاقیم اگر تماسهایی هستن که منتظر موندن ما ادامه ندیم، تماس ها رو بشنویم و بعد اگه فرصتی بود باز بحث کنیم. بله، با تشکر از شما نوبت رو میدیم به محمد از هلند. سلام بر شما، بفرمایید. سلام خواهر. سلام بر شما خواهر سایلا. سلام برادر، سلام بر شما اشرفی، برادر مسعود، برادر حمید، برادر حسین، سلام بر شما همچنین خواهران و برادران دستم در کار و پشت صحنه، میدونیم چقدر زحمت میکشن. درود میفرستم به رهبر کبیر انقلاب و معلم بی بدیل برادر مسعود و خواهر مریم، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و بر همه اشرفیان، و با یاد صدیقینی که اخیراً به رفیق اعلی پیوستند، چون جناب مهندس یزدان حاج حمزه که در همیاری ها همیشه حضور داشت، و مجاهد سرافراز عبدالصمد ساجدیان، یادشون به خیر و گرامی باد. خواستم در این کارزار همیاری سیمای مقاومت کمک جمعی من، یعنی از طرف خودم به خانواده سعدی رو و یک هموطن که نخواسته نامش گفته بشه 9000 ایرو و دوستان سوری و عراقی من جمعاً مبلغ 9160 ایرو هست اعلام بکنم. چون سیمای مقاومت صدای انقلاب، صدای مادران و پدران شهدا و صدای زندانیان سیاسی است. بر کانونهای شورسی و قیام آفرینان آبان ماه 98 درود میفرستم. در اینجا از خانواده شهدا میخوام، خواهش میکنم که پاسدار شمخانی فاضل آبرو و حرامیان خامنه ای و دزدان وی به خونه خودشون راه ندن، چون خون شهدای اخیر با خون شهدای مجاهدین و مبارزین سالهای 60 و 67 و 88 و 96 و 97 پیوند خورده. رژیم منحوس و پلید آخوندی بدونه که این انفجارها و آتش انقلاب سر خاموشی نداره. آخوندهای وحشی و گراز به خیال خود با
قطع اینترنت میخوان صدای مظلومیت و فریاد مردم ایران در گلو خفه بزنن. زهی خیال باطل کور خواندن. ای آخوندهای صفاک و دجال و قرون وسطایی، بدونید که سیمای آزادی جوابگوی همه شماست و مجاهدین افتخار مردم ایران هستند و آینده از آن مجاهدین است. اضافه کنم که ضمن مبلغ فوق که گفتم دوستان سوریه‌ای و عراقی هستند، ابو ایزن 20 ایرو، محمد سوری 10 ایرو، خانم سوریه‌ای ارمنی که اون هم نخواست اسمش برده بشه 10 ایرو و ابو مریم عراقی 20 ایرو کمک کردن. با تشکر از وقت و فرصتی که به من دادی، موفق و پیروز باشید. با تشکر از شما و شما هم موفق و پیروز بشین. و از جانب ما از این دوستان عراقی و هموطنی که نامش رو نبردین و دوستان سوریه‌ای بسیار تشکر کنین و بسیار ممنونیم که شما واسط بودین و کمک‌ها رو اعلام کردین. خیلی ممنونم از شما، بسیار ارزشمند بود. تشکر از شما. خب آقای فرشتی، از اونجایی که فرصت این قسمت از برنامه‌مون تموم شده، اگر شما لطف کنین اگر نکته خاصی برادرانمون اسماعیل زاده و سعید نژاد دارن بگن که ما این قسمت رو تموم کنیم و به تماس ها بپردازیم. بله چشم. و بفرمید. بسیار نکاتی که گفتین مفید بود و حتما که هموطنان که در داخل کشور هستن از این نکات بسیار استفاده خواهند برد و به کار میگیرن. حتما ان شاءالله که ما تلاش می‌کنیم تو برنامه‌های بعدی هم باز بیشتر به این نکات بپردازیم. الان چون بله. فرصت همیاری هست تلاش کردیم خلاصه بگیم. بله بفرمایید در پایان اگه نکته داریم برای جمع‌بندی بفرمایید. اولا که می‌خواستم خیلی از این فرصت تشکر کنم و سلام چوبش میگم. بالاخره بعد از مدت تونستیم به هموطنانمون بشیم و به همیارا می‌خواستم یه بار دیگه اینجا از جانب خودم به عنوان یک مجاهد قبل از اینکه جنبه متخصصیش باشه تعهد بدم به کانون‌ها که ما هم هرچی بیشتر تو این مسیر بجنگیم. ولی اون سر این قسمت تخصصیش اون تیکه مهمی که از مثلا تیک‌آوی‌اش چی هستش، اینکه خیلی از این کارها الزاماً زیرو دی هک نیست، یعنی یک چیزی که مثلا یک کار عجیب غریبی چیز نیست. خیلی از این چیزا اون جنبه‌ای که آدم صبر داشته باشه و اصرار کنه و پی بگیره اینا بیشتر راه رو باز میکنه. برای همین اینو میخوام بگم، بس رو بر این بذارین که سیستم قابل دور زدنه. شما اغلب با کامپیوتر مواجه نیستین، با طراح کامپیوتر، با طراح اون سیستم مواجه هستین که میخواین حفره کار اون رو در بیارین. به همین دلیل با این دستگاه برین توش قطعا میتونین در بیارین که اون به چی فکر نکرده که شما بعد میتونین از اون تو راهتون رو باز کنین. درود بر شما. بله منم زنه تشکر از این فرصتی که داشتیم. میخواستم از همینجا در واقع بگم شاید یک فراخوانی هم هست به همه هموطنانی که به خصوص چه حالا در داخل همه جوانایی که هستن و متخصصینی که تو خارج هستن ولی دلشون برای ایران میتپه و برای قیام. من فکر می‌کنم که الان اتفاقا موقعیه که همه میتونن تو این زمینه به این موضوع مشخصا اتفاقا شتاب بدن، در واقع یک نوع همیاری هم در این زمینه بکنن، غیر از همیاری مالی، همیاری فنی. و من مطمئنم همه مشتاق اینن، به خصوص با سطح بالای فنی که همه در واقع ایرانی‌های خارج کشور و ایرانی‌های داخل کشور دارن. و من چون مشرفم به حتی مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه که مطرح هستن، ایرانی‌ها خیلی سرآمدن تو این زمین. به همین دلیل من مطمئنم که بیشترین همیاری رو از طرف همه دوستان خوبمون خواهیم داشت. درود بر شما، خیلی ممنون بابت توضیحات بسیار مفیدتون. اجازه بدین که برگردیم به استودیوی دیگر و باز هم تماس‌های هموطنانمون رو بشنویم. بله با تشکر شما، من در این نقطه از شما فعلا خداحافظی می‌کنم که تماس‌ها رو وصل کنیم چون خطوط بسیار اشغال هستن. بله. خب اولین تماس رو اسقر جدی از آلمان داریم. سلام بر شما، بفرمایید. با سلام به خواهر سهیلا. سلام بر شما. سلام. و مهمانان عزیزتان،
و با درود به روان پاک مجاهد شهید صمد ساجدیان و با درود به کانونهای شورشی و قیام آفرینان و مخصوصا همشهریانم شیراز شهر شورش و با درود به رهبر کبیر انقلاب برادر مسعود و خواهر مریم، من میخوام کمک جمعی 3150 اورو رو اعلام کنم که کمک جمعی دوستان هست. اسامیشون هست: حمید شجاعی 100 اورو، امیر پیرنیا 50 اورو، خانواده سپهری 100 اورو، صادق 50 اورو، شیدا خانم 50 اورو، نصرت آهنگران 200 اورو، محسن آهنگران 200 اورو، حسن محمدی 100 اورو، حسین 100 اورو، فرید 100 اورو، یوسف هم 100 اورو و خودم مبلغ ناقابل 2000 اورو که مجموعاً می شود 3150 اورو. با تشکر و خسته نباشید به شما، به امید پیروزی هر چه زودتر. با تشکر از شما آقای اصغر و کمک‌هایی اعلام کردین از جانب ما، از جانب سیما آزادی، از همه دوستان و همیاران سیما که در این همیاری ملی شرکت کردن بسیار تشکر کنین. کمک‌های بسیار ارزشمند بود. با تشکر. خب تماس بعدیمون حسین تشرفی از سوئد رو داریم. سلام بر شما، بفرمایید. آقای تشرفی اگه میشه لطفاً صدای تلویزیونتون رو کم کنید. نود روان خسته نباشید. بله بله. بله. با تشکر. ابتدا در گذشته برادر مجاهدمون صمد ساجدیان را که 53 سال مجاهد مستمر با شیخ و شاه تسلیت برادر و خواهر میگم و درود فراوان به همه دستندرکاران سیمای آزادی که تنها چراغ آزادی خانه و نقطه امید بودن و هستن و شبپرستان بخواستن که این دیرصفتان از داخل خارج برام بودن که این چراغ خاموش کنن، ولی به این خیال باطل شما با مجاهدت و کار شبانه روزی این چراغ را روشن میگرشتید و زودی میرود که ثمره این خونها و رنجها که 40 سال است پر این درخت آبیاری می شود به منصف ظهور برسه. به درود فراوان بر رزمندگان، قهرمانان و کانونهای شورشی، به ویژه شهدای قهرمان آباما. من کمک جمعی رو ادامه می کنم. قضیه گلزاده 1000 تا، احمد طیبه 3000 تا، علی شریفی 1000 تا، مرتضی خسروی 700 تا، احمد آسابانی 1000 تا، بهرام مسیح و حمید 3000 تا، شکرالله و صدیقه 5000 تا، عدی اکبر 2000 تا، فرخ شیرازی 2000 تا، سارا 2000 تا، رضا و آرمیتا 2000 تا، مهدی کاشانی 1500 تا، نیلوفر و نصران 2100 تا، من به فاطمه 7000 تا. جمعاً 4300 تا تقدیم شما. با امید پیروزی خداحافظ شما. خدا نگهدار شما. با سپاس فراوان از همیاری دوستان و هموطنان و اشرف نشان ها، بسیار از جانب ما از اونها تشکر کنیم. صف طولانی از اسامی بود، بسیار ممنونیم. از همه تشکر کنیم. خدا نگهدار شما باشه. خب تماس بعدیمون عطا از دانمارک رو روی خط داریم. سلام میکنیم خدمت شما.